خیلی خب بچه، تو این قسمت میخوام اون اسست هایی که نیاز داریم رو به بازی اضافه کنم. اول از همه اینهایی که توی محیط قرار دارن، این کاراکتر و سطوح مختلف، اینها رو پاک میکنم. این بکگراندی که داره رو قفلش رو برمیدارم و دلت. توی این قسمت بک، این بکگراند رو اینجا میکشم توی محیطم. ببینید توی قسمت بکگراند این رو رها میکنم، یعنی ما به بیلد باکس میفهمونیم که این عکسی که من اضافه کردم، این استی که اضافه کردم، بکگراند بازیه، تصویر پس زمینه بازیه. خب بعد اون سطحی که کاراکتر میخواد روش حرکت کنه، اون رو میارم تو محیط، ولی به عنوان آبجکت اینجا قرار میدم. حالا چرا این رو به عنوان بک‌گراند نذاشتیم، چرا به عنوان اکشن نذاشتم یا کاراکتر حتما آبجکت باشه؟ ببینید دوستان، سطوحی که کاراکتر اون رو میتونه لمس کنه، یا خود آبجکت ها، مثلا یه باکس روی یه باکس دیگه بخوایم بذاریم، مثلا یه دوتا باکس داریم، این رو بذاریم روی باکس دیگه، تمام اینها که همدیگه رو لمس میکنن توی بازی باید حتما آبجکت باشن. من این رو تو خود محیط پاک میکنم. اول اون یه سری آبجکت خودش داد، این پلتفرم اینها رو پاک میکنم که قبلا خودش داشت، انمی و پاک نمیشه. خب اوکی شد و این فلگ رو هم، فلگ استارت رو میارم به عنوان آبجکت اضافه میکنم اینجا و همچنین این فلگ رو و این فینیش رو هم میارم اینجا و اینها رو پاکشون میکنم توی محیطم. خب اوکی شد. حالا من میام یه سری توضیحات اینجا براتون میدم، بعد میریم این کاراکتر رو هم درست میکنم. فقط کاراکتر رو حذف نکنید اصلا. توی بخش آبجکت وقتی که میام این سطح، خود سطح زمین رو انتخاب میکنم، اولین بخش میتونم یه نام براش قرار بدم که همون اسمی که خودش داره، من ترجیح میدم همین باشه. پایین تر کالیژن شیپ. خب کالیژن شیپ کارش چیه؟ ببینید کالیژن شیپ تعیین میکنه که سطح برخورد یک جسم با جسم دیگه کجا باشه. واضح تر براتون بگم یا ساده تر براتون بگم، خب اول من کالیژن شیپ اینو مثلا به این حالت قرار میدم، خب و این رو میارم توی محیطم، این رو میارم توی محیطم و دکمه دی رو میزنم که دوپلیکیت بگیره. خب حالا این تعداد کافیه. خود این کاراکتر اصلی که اینجا هست رو هم میارم توی محیط. حالا این تایرش رو پاک کردیم ولی مهم نیست. ببینید الان من میخوام حرکت کنم. ببخشید بس بچه. ببینید به چه حالته، انگار داره به این حالت حرکت میکنه. خب چرا این اتفاق افتاده؟ ببینید کالیژن شیپ، این طرحی که ما از این مدل داریم برای ما قابل فهمه که این به این حالته و کاراکتر باید رو این سطح حرکت کنه، اما وقتی شما یه اسست رو میارید توی بیلد باکس، مثلا همین سطح زمین، باید برای بیلد باکس تعیین کنیم که سطحی که ما میخوایم کجاست. با این کالیژن شیپ میتونیم این رو تعیین کنیم. این رو وقتی میارم اینجا قرارش میدم به اندازه فیت کل این استم، اینجا دیگه بیلد باکس متوجه میشه که شما میخواید سطح قابل لمس خود این است اینقدر باشه. خب پس یعنی چی؟ یعنی کالیژن شیپ صحیح ما وارد کردیم. حالا میام پایین تر، این پرچم ها رو من کالیژن شیپش رو نمیخوام زیاد دستکاری کنم، چون مهم نیست کالیژن شیپ داشته باشه یا نداشته باشه. میان پایین تر بخش انیمیشن، دیفالت انیمیشن. دیفالت انیمیشن چیه؟ ببینید اون تصویری که به حالت عادی ما توی بازی میبینیم، یعنی بدون اینکه هیچ کاری بکنه، وقتی استارت رو میزنیم تمام اجسامی که میبینید توی بازی به اضافه حتی خود کاراکتر اصلی هم شاملش میشه، کلن دیفالت انیمیشن یعنی تصویری که وقتی به حالت پیش‌فرض بازی شروع میشه نمایان میشه. حالا ممکنه انیمیشن باشه. چرا گفته دیفالت انیمیشن؟ چون که مثلا میبینید سکه داره میچرخه توی بازی، یا مثلا حالا یه دشمن از یه طرف حرکت میکنه میاد، یا به این حالت، این میشه دیفالت انیمیشن، به صورت پیش‌فرضی انیمیشن اجرا بشه. خب میایم پایین تر، قسمت دیفیتد انیمیشن. این یعنی چی؟ این یعنی انیمیشن مرگ، که البته برای این زیاد الان که برای سطح زمین میخوایم استفاده کنیم مثلا کاربردی نیست برای ما، که حالا تو بخش کاراکتر ما این رو بیشتر بهش رسیدگی میکنیم. البته یه نکته دیگه هم راجع به دیفالت انیمیشن بگم. ببینید دوستان، من اینجا برمیگردم عقب، میرم تو این قسمت موتور و حالا این کاراکتر رو انتخاب میکنم. خب ببینید دوستان، این چهار تا تصویر رو میبینید،
وقتی که ما میتونیم این چهار تا تصویر، یعنی خود این اینا این یه انیمیشنه، این رو به اینجا میتونم به عنوان دیفالت انیمیشن اضافه کنم، حالا به خصوص تو بخش کاراکتر میتونم به این قسمت اضافه کنم. بیلد باکس میاد، ببینید این اسامی رو توجه کنید، این صفر درسته، اینم یک، این دو و اینم سه، میاد دقیقا به ترتیب اون اسمی که ما براش چیدیم، اسمی که اون حالا شمارشی که براش ما در نظر گرفتیم، میاد اینطور انیمیشن رو اجرا میکنه، یعنی از فریم صفر تا فریم سه و دوباره برمیگرده فریم صفر، دوباره سه، دوباره صفر، دوباره سه، به این حالت. ولی وقتی یه تصویر به اینجا اضافه میکنیم باز هم همین روند رو انجام میده، ولی چون که فقط یه دونه عکس وجود داره بارها به سرعت این رو اجرا میکنه، و ما توی محیط فقط یه تصویر ثابت میبینیم، مثل یه تصویر فقط، مثل این خیال میکنیم فقط همینه الان، ولی این بارها وقتی که بازی پلی میشه بارها داره اجرا میشه بالات انیمیشن، ولی چون سرعت زیاده ما این رو نمیبینیم. اوکیه، حالا زیاد روی مباحث فنی نمیخواد فوکوس کنیم، چون که هرچی بریم جلوتر بهتر متوجه میشیم. پایین تر توی بخش صداها میگه زمانی که کاراکتر من، یا همون همین جسم بیکار واسه هیچ کاری نمیکنه چه صدایی داشته باشه، خب یا این رو تو بخش کاراکتر میتونم بهتر البته براتون توضیح بدم چون اینجا بهتره. مثلا میگه صدای پرش کاراکتر چطور باشه، صدای تیراندازی کاراکتر چطور باشه، خب صدای مثلا مرگ کاراکتر چطور بشه، یا مثلا برخورد کاراکتر چطور باشه. ببینید این هاست، ولی حالا من یه چیزی بهتون بگم، اول انیمیشن ها رو اضافه میکنیم، در آخر من صدا رو اضافه میکنم، برای همین برمیگردم عقب. من اول برم تو این قسمت، حالا من اینو کلا توضیح دادم براتون و دیگه بقیش اونقدر مهم نیست چون که نمیخوایم فعلا تغییراتی روی این بخش فلک ها اعمال کنیم. میریم تو بخش کاراکتر، اینجا قسمت موو انیمیشن، من این رو پاک میکنم، نمیخوام انیمیشن موو داشته باشه. دیفیتد انیمیشن، این رو هم پاک میکنم. حالا من خودم انیمیشن ها رو اضافه میکنم، بهتر متوجه میشید اینجا جریانش چیه. همین کاراکتر رو سلکت میکنم، اینجا میام عقب و حالا من یه دونه از این موتورها در نظر، این آبی رو در نظر دارم چون به نظرم قشنگ تره. توی بخش دیفالت انیمیشن من این رو میگیرم میکشم توی این، ببینید این مربع جلوی دیفالت انیمیشن، وقتی این رو به اینجا اضافه کنم تصویر کاراکتر اینجا تغییر میکنه، کاراکتر اصلی من شده این. خب این رو از تو خود محیط پاک میکنم فعلا، و پایین تر هم یه دونه تایر وجود داره، این رو هم به بازی اضافه میکنم، اما به عنوان آبجکت، به عنوان آبجکت این رو به اینجا اضافه میکنم و این رو پاک میکنیم از اینجا. میام اینجا و کالیژن شیپ خود کاراکتر اصلی رو میخوام درست کنم، کالیژن شیپش هم تقریبا به این اندازه ها اگه بذارم اوکیه، و یه دونه دیگه به اینجا اضافه بشه که به این حالت، این الان خیلی خوبه، درست شد. و پایین تر کالیژن شیپ این تایر رو هم درست میکنم، ادیت رو میزنم، این رو میذارم رو حالت دایره باشه، دقیقا به اندازه ای که نیاز داریم. خب الان درسته، کالیژن شیپ این هم درست شد. حالا یک کاری هم میشه کرد، عمدن من بعدن کالیژن شیپ یکی از اجسام رو تغییر میدم که بهتر باز این بخش رو درک کنید. خب کاراکتر رو میکشم توی محیطم، دوپه شیفت و پایین نگه میدارم و کوچیکش میکنم. ببین هرچی من تغییر سایز توی دوره ازش استفاده کردم حتما دکمه شیفت رو پایین نگه داشتم، اینو گفتم که بدونید، مگر اینکه یه جایی انجام بدم اونم که خودتون دیگه متوجه میشه، مثلا به این حالت اگه تغییر کنه خودتون متوجه میشید که این دکمه شیفت رو نگه نداشتم. خب من این رو یه مقدار کوچیکترش میکنم و این چرخی که داریم رو میاریم توی محیطمون، من این رو هم باز کوچیکش میکنم به اون اندازه‌ای که دقیقا نیاز دارم، یه مقدار بزرگترش میکنم به این حالت. خب از این یه دونه دابلیکیت میگیرم برای تایر جلو، به نظرم که خوبه، بله خوبه. حالا توی این قسمت ببینید دوستان، عکس حالت یه حلقه زنجیره، ببینید بخش کانکشن مود، این رو وقتی انتخاب کنیم ما میتونیم مدل ها رو یا اسست هایی که تو بازی داریم اینها رو به هم متصل کنیم. وقتی به هم متصل میشه یعنی اینها با هم میشن یه آبجکت، مثلا اگه 3 4 تا آبجکت رو من به هم متصل کنم هر 3 4 تاش میشه یه دونه آبجکت. حالا من انجامش میدم که بهتر متوجه بشید، مثلا این رو من متصل میکنم به این چرخ عقب و
به چرخ جلو. یعنی چی شد؟ این asset خود کاراکتر که هیچ چرخی نداشت متصل شد به این دوتا چرخ. خب من اول میام روی این خود این خطی که اینجا هست کلیک میکنم، ببینید سرعتش رو قرار میدم روی مثلا 50، اوکیه. و این قسمت ببینید یه دکمه اکتیو داره. این میگه چی؟ وقتی که من سرعت رو روی 50 قرار میدم، وقتی که بازی رو هم بخوام شروع کنم، خود کاراکتر خود به خود حرکت میکنه، شروع میکنه به حرکت کردن. ولی وقتی این تیک فعال باشه میگه تا زمانی که دکمه حرکت رو من استفاده نکردم حق نداری سرعت 50 رو اجرا کنی. و برای این قسمت هم همینطور. حتما دکمه رو بزنم ببینم برای اینجا زدم یا نه. بله اوکی شد. خب تا اینجا کافیه، توی قسمت بعدی ادامه تنظیمات کاراکتر رو انجام بدیم.